السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشریه نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ مزوری شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جانم. با راهبری جانشین سرور صدارت کارهای داخلی ولایت فرخ اوسرف در دایره چاره‌بینی های مخصوصی پروفیلاکتیکی 40 روزی دلزر در مرکز ناحیه سرخ تدبیر تشکیل کرده شد. ادامه موضوع در گزارش اولین ما. معلوم که در کشور ما برای گرفتن پیشراه جنایتکاری و قانون شکنی ها تدبیر و چاره‌بینی های پروفیلاکتیکی در دایره 40 روزی دلزر برگزار گردیده استفاده از هدف از تشکیل این چاره‌بینی تامین آسایشتگی به خطری احوالی می باشد. معاون سرور صدارت کارهای داخلی ولایت فرغانه پدپلکان فاروخ حسروف به نوحه سخن آمده پیش از همه حالت تیاری ابیکت های اجتماعی به زمستان گذرانی را از نظر گذرانید و بعد آن منزل هایی که ارچه های سال نو راست کرده شدند و در آنجا مردم سال نو را جشن می گیرند یارمارک های سال نو تشکیل کرده می شوند بازدید نموده با مسئولان دخلدار برای برطرف نمودن کمبودی های موجوده سپورش داد. معلوم است که ارچه سال نو در موضع سویاکا در حدود کمپلکس سودا راست کرده شده است و به غیر از این در اینجا از پگاه سر کرده یارمارک سال نو تشکیل کرده می شود. برنامه های کنسرتی در این موضع موافق سپورش باید تا 10 ینوری سال آینده دوام کنند. معاون سرور صدارت کارهای داخلی ولایت پور را اطراف ایدگاه را از نظر گذرانید و وصل نمودن کامیره های نظارتی را به این حدود به خاطر تامین بخطری اهالی سپارش داد. اینچنین به محله های دوردست ناحیه سخرفته اصال کهنسالان پیران برجامانده خبر گرفت. در محله ها از شرایط کاری و منزل زیست ناظران پروفیلاکتیکی نیز دیدن کرد. بعد آن در دایره 40 روزی دلزرب شبانه تدبیر تشکیل کرده شد. در چاره‌بینی کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سوق به مرکز ناحیه جمع آمدند و در تدبیر وظیفه های منبعدا معین کرد شدند. اینچنین مشق های حربی نیز گذرانیده شد. مقصد اساسی از تشکیل چاره‌بینی گرفتن پیشراه جنایتکاری و قانون شکنی ها حادثه های ناخوش هنگام اداره کردن واسطه های نقلیات در راه ها می باشد. معلوم که هر بر محلانه معلوم است که هر یک محله را به حدودی از جنایت خالی تبدیل دادن، تامین زندگی آسوده و آسایشته جامعه یکی از وظیفه های اساسی کارمندان ارگان کارهای داخلی می باشد. در این سمت در شعور هر یک شهروند چنین حسیات را به وجود آوردن خیلی مهم است که در محله من جنایت صادر نشود. از جمله کار در سمت تامین امنیت جمعیتی یعنی پیشبرد منفیات مردم مکانیزم و رسمیت کاملا نو جاری گردیده، همکاری متقابل مقصدناک مقامات و ساختارهای جمعیتی براه مانده شد. از جمله در سیستم ارگانهای کارهای داخلی اصلاحات کلان به عمل برآورده می شود. طوری که در تدبیر امروزه معاون سرور صدارت کارهای داخلی ولایت پدپلکونیک فرخ مدامینویچ تاکید نمود، در اساس این اصلاحات مقصد یگانه تبدیل دادن ارگانهای کارهای داخلی که به منفیت خلق خدمت کردن را وظیفه خود می داند عبارت است. واقعا هم در نتیجه گذرانیدن چنین چاره‌بینی‌ها و سعی و حرکت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ، خصوصا ناظران پروفیلاکتیکی و دیگر خادمان محله‌ها در ناحیه سوخ، شماره جنایت و قانون شکنی‌ها نسبتاً کم شده است. میتوان گفت که برای گرفتن پیشراه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی‌ها فقط دولت یا کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات نه، بلکه هر یک فرد جامعه مسئول و جوابگر است. در نوحه سوخ برای بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در ساختار خدمت یاری تعجیلی کارهای نظررس انجام داده می شوند. حالا در نوحه یک استانسیا و سه نقطه خدمت رسانی یاری طبی فعالیت می برند. لوحه مخبرمان فرخ براتف در همین خصوص. سالهای آخر طلبات به یاری تعجیلی طبی خیلی افزود. بنابراین خود وضعیت طلب میکند که صفت خدمت رسانی یاری تعجیلی بهتر کرده بعضی مادی و تکنیکی آن مستحکم کرده شود. در ناحیه سوخ یک استانسیا و سه شعبه یاری تعجیلی طبی موجودند. خدمات یاری تعجیلی دارای 6 ماشین یاری تعجیلی میباشد که 3 تاش با تجهیزات احیاگری پوره مجهز است. در سیستم یاری تعجیلی طبی 32 نفر شفاکاران کار میکنند و شماره دولتی کارمندان میانه طب 89 نفر را تشکیل میدهند. با مقصد رساندن یاری تعجیلی صفتناک به ساکنان ناحیه 6 تا بریگاد مخصوص تشکیل کرده با 24 نفر رانندگان دائمی تامین کرده شد. دایرکتور فیلیال مرکز جمهوریوی یاری تعجیلی طبی شهر فرغانه بهرام جان تاشبالتایف به فعالیت یاری تعجیلی ناحیه سوخ شناس شد. با شفاکاران و کارکنان طبی که در استانسی اساسی کار میکنند صحبت کرده از پرابلم های آنها آگاه شد. در این مورد ذکر کرد که در جمهوری همگی 40 عدد ماشین برقی یعنی
الکتروموبیل برای کارکنان طبی آورده می شود و یک توش به ناحیه سوخ آوردن در نظر است که این روند تا ابتدای سال 2024 روم پر را عملی می گردد. حاضر کنده سوختمانه در تست بیاردم استانسیاسی تشکیل کردیم. حالا در ناحیه سوخ استانسی یاری تجلی تشکیل کرده شده است که حالا 7 بریگاد کار میکنند. آن به زیاده از 83 هزار نفر اهالی خدمت میرساند. این زمان یک قطار قرارهای پرزیدنتی ما با مقصد اصلاحات یاری تجلی طبی تهیه شدند. از جمله در خود ناحیه سوخ کارهای زیاد انجام داده شده است. مثلا دمازهای کهنه با ماشینهای هوندای و ولکس واگن ایواز کرده شدند. در تامینات دارو و درمان یگان خیل پرابلم نیست. برای کارگران شرایط ضروری فراهم آورده می شود. غیر از این برای با بینای علاهیده تامین نمودن استانسیا بینای موجوده با بالانس یاری تجلی طبی داده شده حالا کارهای حجتی دوام دارد. نیت داریم که این بینا را از حساب مبلغ‌های بودجه تشبثناک تعمیر کنیم. این بنقشه‌های در سال 2024 تطبیق شونده داخل کرده شده است. Bu keyingi 2024 yilda amalga oshiriladigan rejalar kiritilgan. Bahromjon Toshboltayev pas as shinosoyi borafti kor dar markazi yori ta'jili tibbi nohisuq bo maqsadi bos ham behtar namudani sifati xizmat rasoni dar nazdi namoyandagoni soha yak qator vazifa ho guzoshta onho ro bo farorasi soli navi meladi tabrik namud va ba onho tuhfa hoyi idona taqdim namud. در مکتب رقم 25 ناحیه سوخ برای جلب خوانندگان به مطالعه کتاب‌های بدیعی از اصول‌های نوآنانوی استفاده می‌برند که در نتیجه شماره خوانندگانی که به کتابخانه و ادبیات میل و رغبت زیاد دارند می‌افزاید. بزرگترین اختراع بشر کتاب است، زیرا در جاده علم انسان بدون مطالعه کتاب اصلا موفق نخواهد شد. در مکتب های ناحیه سوخ برای جلب خوانندگان و کتابخانه تدبیر و چاره‌بینی های گوناگون منتظم گذرانیده می شوند. خصوصا در مکتب رقمی 25 ناحیه سوخ برای جلب خوانندگان و کتابخانه اصول خیلی خوب را انتخاب کردند. هفته ادیبان و شاعران به نوبت تشکیل کرده می شود و در دوام یک هفته خوانندگان و مطالعه کتاب های نویسنده انتخاب کرده شده مشغول می شوند. این هفته در مکتبی مذکور هفته نماینده ادبیات ازبکی با ادبیات فارس و تاجیک نیز پیوندی دارد ارکین واحدف اعلان شد و خوانندگان صنف‌های بالای مکتب در دوام هفته در وقت‌های خالیگی خود با مطالعه کتاب‌های ارکین واحدف مشغول شدند. بعدی جنبسته هفته در مکتب تدبیر برگزار گردید و در آن خوانندگان صنف‌های بالای دبستان اوید شاعر و اثرهای نادری او با هم سوال و جواب کردند. مقصد اساسی باشد جلب خوانندگان به مطالعه کتاب‌های بعدی می باشد. واسطه مهمترینه که بحری ترقی یابی شعوری انسان خدمتی به احسه می گذارد. در حقیقت شخصی کتاب خوانده از شخصی کتاب نخوانده تفاوتی کلان داره. کتاب در حقیقت دوستی به منت هم مکتب و هم مسلک است. انیسی کنجی تنهایی کتاب است، فروغی صبحی دانایی کتاب است. بود به مزد و منت استاده، زی دانش بخشدت هر دم کشاده. درونش هم چغونچه از ورق پر، با قیمت هر ورق زان یک طبق دور. در حقیقت مولانا جامی به سبب کتاب را انیسی کنجی تنهایی نگفته است. واقعا هم کتاب دوستی بی منت، خزینه بی بها و بی آخر می باشد. برای جلب جوانان به کتابخانه سالهای آخر در مملکت ما کارهای نظررس انجام داده می شود. مقصد اساسی تشکیل چاره‌بینی امروزه هم به ترغیب کتاب و کتابخانه می باشد. واقعا هم اثرهای ارکین واحدف در تربیت نسل نوراس در روح وطن دوستی، آدم و آدمگری اهمیتی بسا مهم کسب می کند. خوانندگان در دوام تدبیر از اشعاری نوبی شاعر نمونه ها آوردن و آن را معنی داد کردن. ذکر گردید که ارکین واحدف با برابری ادبیات ازبک ادبیات جهان را از جمله ادبیات فارس و تاجیک را پر را از خود کرده است و از این جهت اشعار او به زبان تاجیکی نیز ترجمه شده است. در مکتب رقم 25 بخشیده به 87 سالگی زادروز شاعر یعنی دراماتورگ زمان ازبکی ارکین واحدف تدبیر برگزار کردید. در تدبیر اهل ماموریت مکتب 25 ماموریت کتابخانه اریم ناحیه سوخ تشریف نمودند. در تدبیر صنف های دهم و ششم ای صنف ها برآمد کردند. من خواهان اینم که همه خوانندگان مکتب ها با همه خیلی تدبیر ها اشتراک کرده، همه خیلی شاعر ها و نویسنده های خدم های تولدشان جشن گرفته، همه خیلی تدبیر ها تیار شود.
بازم خوبتر میشه. در دوام تدبیر بار دیگر اقرار شدیم که واقعا هم شوق و هوس خوانندگان مکتبی مذکور به ادبیات خیلی بلند است. برای جلب آنها به کتابخانه در مکتب چنین تدبیرها منتظم تشکیل کرده میشوند و میتوان گفت که تدبیرهای مذکور واقعا هم نتیجه خوب میدهند. در سمرقند مرکز نوی زمانوی زرگری کشاده شد. تشبسکاران آینده در مرکز مذکور میخواهند مکتب شاگردان را کشاده برند سمرقند را هم برآورند. در این باره از شهر سمرقند مخبرمان شهلا احرار و خبر میدهد. در سمرقند مرکز نوی استحصالی زرگری کشاده شد. در مراسم کشاده شوی آن جانشین حاکم ولایت ناظر ابراهیموف و حاکم شهر سمرقند عمروف اشتراک و سخن کردند. باید قید کرد که در مرکز نام برده زیاده است 20 مغازه های زرگری جای گرفته. برای خریداران آغاز از محصولات های نقرگین و برنجی تا محصولات های گوناگون شکل و گوناگون نمود طلایی و غیره جای داده شدند. ما مرکز نو شدیم، پریزیدنت ما قرار رسون اساسش شدیم. ما همینه چند تا دکان است؟ 35 تا دکان است. اینجا دکان ها به خودشون هم محصولات میسازن و هم مفروشن، هم اینجا به استخونه ما است. از 35 تا دکان با وجو ادم اومایسین همشون خرسان هم طلب کلامون با بینامو سه قوات یکم قواتش به 35 تا دکان ما هست. پادوال قسمش به مون مکتب کدنی مکتبی زرگری کدنی همجا با مون بوجو اومایسین ادمو هم مکتبی زرگری مشود هم استخونه مشود هم استرسون میکاگون مشود هم میشه. طرفی پریزیدنت مون با حاضر تلو فروش با امکانیت کلام داده شدگی حاضر عبیر جم خودشون اینو تلو کیته میتونن امکانیت شرایط ما هست، فقط اکنون کار کردن در کار. همین یاشوی هم مکتبش خونده کلان ویشان اگر ما میخواهیم که همون دنیا با ما نتلو موید چون مشغول کدگیشون میخواهیم. خرید فروش محصولات اساسا توسط برژه مال و محصولات های خام عملی کرده شده. این واسطه راه قلعه سودا می باشد. همینطور در اساسی امتیاز ها تدبیر کارون می توانند هم محصولات های خریدارگیری زمانوی استحصال نمایند و هم آن را به فروش برارند. برای این باشد در جمهوری ازبکستان تمام شرایط ها مهیا کرده شده است. من تدبیرکار حاضر زمان با تدبیرکاری با منمون پریزیدنتم و جدایم مل من با شرایط کده دادگی من حاضر زمان با نقرکتی کار میکنم محصولات های زرگریه خودم های ازبکستانم و سمرقند تاشکند هم در اچه دولت ها میبیارم. آینده با میخواهم که همین بیزنس همه کلون کده چه دولت هایم دانستگیشه میخواهم. همینطور به مبالغه میتوان گفت که طبقی قرار و فرمانهای پریزیدنت جمهوری ازبکستان این سمت رشد و نمو مییابد. امروز در مملکت ما 12 کمپانیهای زرگری فعالیت برده، 30 تا تدبیرکاران و هنرمندان هم با این کار شغل دارند. من با اول تلو درآوردن پرابلم بود، اما با حوزه من با آسان تر شد. من هم خیلی دنیا ساخته شد و قلعه ها فراهم شد. من هم دکان زرگری کشادم. اینجا هر خیلی محصولات ها هست. طلبگار ها مل. هر خیلی محصولات های میخرده که آدم ها مل. همون با ناکده طلب استک با ناکده مون هم همون با حرکت میکنیم. محصولات ها وردم با. ما هم بسیار سمرقند با. ای خدا ما هم زرگر ها براردگی چیز ها با. دستبانه ها، عربه ها، من هم کلیه ها، گردن کنک ها، کمپلیکت ها، اوزوک حلقه ها ما هم میبیاریم. آینده به نیتم هست که من مغزنما با کلانتر کده محصولات های بسیار آوردن نیتم هست. برای کارهای ساختمانی مرکز زرگری مذکور 9 میلیارد سوم مبلغ صرف کرده شده. آینده تشبسکاران می خواهند اینجا مکتب استاد شاگرد را هم تشکیل کنند. بینندگانی عزیز بخش خبری پیام میراث دوام دارد و حالا به شما شرح مختصری خبرهای مهمترین کشورمان را میرسانیم. توجه کنید. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف برای اشتراک در واخوری غیررسمی رهبران دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل به شهر سنت پیتربورگ فدراسیون روسیه سفر کرد. ماگنوس کارلسن قهرمان جهان آید به نمادهای رپید و بلیس شاهمات همین سحر برای اشتراک در چمپیونات جهان به سمرقند آمد.
اوزبکستان به 63 کشور جهان محصولات بافندگی اکسپورت کرده است. بنا به معلومات اگنتی استاتستیکی اوزبکستان، در ماه ینوار نویبر سال 2023 به 63 کشور جهان با ارزش 2.8 میلیارد دلار آمریکایی محصولات بافندگی اکسپورت کرده است. این نشان دهنده در دوره جاری 12.1% حجم عمومی صادرات را تشکیل داد. از اول سال به 63 دولت جهان 626 نمودی محصولات بافندگی اکسپورت کرده شده است. در سودهای بین ناحیوی آید به مسئله های شهروندی کورپوس سودیه های آید به بحث های آیلوی تشکیل کرده می شود. از 1 فوریه سال 2024 سر کرده به صفت تجربه در ولایت های سمرقند و نمنگان سودیه های مذکور فعالیت خود را آغاز می کنند. کمیته آیله و زنان از اختیار وزارت پست کردن سطح کمبیزواتی و شغل احالی و اختیار دیوان وزیران گذشت. برای سمرانک تشکیل کردن کمیته زنان و دختران لوازم جانشین سروزیر آید مسئله های زنان از نو تشکیل کرده شد. در دکان‌های آمریکا اکنون ربات‌ها سودا می‌کنند. در آذربایجان شمال سخت ارچه سال نوی را چپا کرد. در سوچی 12000 نفر به قوه برق ماندند. در ولایت سوخت دو طفلی یک خاندان در آبی کانال دهه‌شان غرق شدند. چنین خبرهای مهمترین جهان در صفحه دنیا 24 توجه کنید. در شتاتوی متحده امریکا یک دوکان برگر کشوده شد که در آن روبوت ها تمامی کارها را اجرا می کنند. روبوت ها جریان را از قبول فرمایش تا آماده شدن غذا نظارت می کنند. اگر همین طور رود در امریکا آدمان بیکار ماندنشان انیق است. در سوچی بر اثر نامساعدی آب و هوا قریب 12000 نفر بی برق ماندند. در شهر باران شدید بارید. در کوه ها طوفان برفی رخ داد. همچنین شمالی سخت بامی بیش از 10 خانه را ویران کرده، زیاده از 80 درخت را ریشه کن کرده است. وزارت حالات فوق العاده در قلمرو کراسنودار خبر داد که الکا یک نفر فوتیده است. در آذربایجان شمال سخت ارچه بلند سالی نوی را چپا کرد. حادثه در شهر گنج رخ داده است. تلفات ثبت نشده است. می نویسد ازیر سپوتنیک. در ولایت بلخ افغانستان 4 نفر مکتب بچگان از آهنپاره ها ماشین وصل می کنند. آنها تا این دم نصف نقشه را اجرا کرده 1.4 هزار دلار صرف کردند. مهندسان جوان برای دستگیری مولوی لایحه های آینده از تاجران درخواست حمایت می کنند. در حال حاضر ماشین نوساخت توان حرکت در 1 ساعت 100 تا 120 کیلومتر را خواهد داشت و می تواند تا 5 نفر را انتقال دهد. در ناحیه شهرستان ولایت سوغ دو طفل یک خاندان در آب کانال دهه‌شان غرق شدند. با گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده فوتیدگان یکی 4 و دومی 2 سال داشت. منبع سبب این حادثه را بی‌نظارتی والدین می‌داند. جسد طفلان را ساکنان دهه پیدا و به مقامات دخلدار سپردند. تماشابینان عزیز و ارجمند، در دوام این لحظه ها سعی کوشش کردیم که تنها خبرهای مهمترین روز را به شما رسانیم. در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.